بسم الله الرحمن الرحیم. شما را خوش آمدید میگم به 21مین جلسه مضمون مدیریت سیستم 2. در جلسه فعلی ما در ارتباط به NFS یا Network File System سرور NFS ما درس خواهد داشتیم. اهدافی که برای جلسه امروز در نظر گرفته شده است که ما NFS سرور را با جزئیات تشریح کنیم، چگونه کار میکنه، نحوه کار NFS سرور چگونه است، ما NFS سرور را به چی منظور استفاده میکنیم و در مورد ورژن های مختلف NFS و مزایای استفاده از NFS در شبکه ما درس خواهد داشتیم. پروتکل NFS در سال 1984 توسط کمپانی سن مایکرو سیستم دیزاین و طراحی شده و بیشتر کار NFS با یونیکس آپریتینگ سیستم ها بوده در اوایل، اما از اوایل تا حال تغییرات زیادی در این پروتکل آمده که فعلا بر علاوه ای که ای سیستم ای استاندارد میتونه با یونیکس آپریتینگ سیستم ها خوب کار بکنه، میتونه با لینکس و آپریتینگ سیستم های دیگه هم خوبتر کار بکنه و اکنون به عنوان یک ملتی پلتفرم استاندارد شناخته میشه. با استفاده از NFS ما میتونیم که فایل های موجود در شبکه را طوری با سیستم محلی خود داشته باشیم که مثل یک فولدر بخش اصلی خود کامپیوتر محلی ما. مثلا شما یک فایلی که در شبکه شریک ساخته شده او را به مثابه یک فایلی که در داخل کامپیوتر خودتان ذخیره شده، در هارد دیسک کامپیوترتان ذخیره شده میتونین داشته باشین. به او فایل شما میتونین دسترسی داشته باشین، میتونین از او استفاده کنین، بهش تغییرات بیارین. NFS در یک شبکه که مدل کلاینت سرور در اونجا تطبیق شده باشه استفاده داره و شما NFS کلاینت می داشته باشین که NFS کلاینت به NFS سرور خدمات NFS ریکوست ران میکنن. خب با استفاده از NFS هر سیستم میتونه که یک بخش از فایل هایش برای دیگه سیستم ها دسترسی بده و سیستم های دیگه از او فایل ها استفاده بکنه. طور استفاده بکنه که او سیستم یک بخشی از فایل سیستم خود او کامپیوتر محسوب شود. مثال NFS در ویندوز آپریتینگ سیستم ها شما یک چیزی به نام مپ درایو دارین که شما با استفاده از مپ درایو میتونستین فایل سیستم یک کامپیوتر دیگره طوری در سیستمتان اضافه کنین که به عنوان یک بخشی از فایل سیستم کامپیوتر محلیتان بتونین از او استفاده بکنین. یعنی از نظر فیزیکی او فایل ها در یک کامپیوتر دیگه قرار داشتن، اما از نظر منطقی شما او را در کامپیوتر خود طور داشتین که مثل یک فایل دیگه خود همو کامپیوترتان، مثل یک فایل سیستم دیگه مثل خود کامپیوترتان. به خاطر از اینکه شما با NFS کار بکنین شما از کمند mount و unmount بیشتر استفاده میکنین که شما این کمند در مدیریت سیستم یک خاندین در موردش که کمند mount به خاطر چی استفاده میشه و دوباره کمند unmount که به خاطر برعکس mount هست. شما یک قسمت فایل سیستم که مثلا میتونستین CD drive در یک قسمت دیگه از فایل سیستم خود سیستم عاملتان mount بکنین یا اضافه بکنین یا map بکنین و پس دوباره با unmount میتونستین او را پس به حالت قبلی برگردانین و یا حذفش کنین.
خود NFS به عنوان یک distributed file system این خدمات بر ما ارائه میکنه که ما بتانیم فایل های سیستم های دیگره طور با ایشان رفتار کنیم که مثل یک بخشی از فایل سیستم خود سیستم عامل خود ما باشه. و NFS میتونه فعلا در لینکس سرورها خوبتر کار کنه. از درس گذشته شما میفهمین که گفتیم ما از سمبا در ویندوز بیست سیستم ها بیشتر استفاده میکنیم و از NFS در لینکس و یونیکس بیست سیستم ها. خود NFS از طریق میکانیزم به نام RPC یا ریموت پروسیجر کال کار میکنه و با کلاینت کامیونیکیشن میکنه و ریکوست هایی که از کلاینت دریافت میکنه را مپ میکنه و فایل ها را در دسترس کلاینت قرار میده. نسخه های مختلف NFS وجود داره. تا تاریخی که ما ریکارد میکنیم نسخه NFS ورژن 2ش، ورژن 3 و ورژن 4ش عرضه شده. ورژن 2 NFS از TCP و UDP در ترانسپورت لیر استفاده میکنه و در ورژن 2 NFS شما کمتر از 2 GB فایل میتونستین که با استفاده از NFS بین کلاینت و سرور شریک بسازید. ورژن 2 NFS هر هاست یا هر دیوایس میتونست که ماونت شوه یک بار. NFS ورژن 3 همچنان از TCP و UDP استفاده میکنه اما هیچ نوع محدودیتی در شریک ساختن فایل ها با سایز های مختلف در این ورژن وجود نداره. یعنی شما میتونین فایل ها را به سایز های مختلف بیشتر از 2 جی بی هم در ورژن 3 شریک بسازین. NFS ورژن 3 یوزر ماونت است. یعنی شما برای هر یوزر میتونین که صلاحیت ماونت شدن بتین، که یک قسمت ماونت کردن فایل بتین برای هر یوزر، یوزر بیس. اما در NFS ورژن 2 هاست بیس بود، شما برای هر کامپیوتر میتونستین این صلاحیت تعیین کنین. NFS ورژن 3 از TCP و SCTP استفاده میکنه که TCP را شما میفهمین مخفف Transmission Control Protocol است و SCTP مخفف Stream Control Transmission Protocol است که NFS ورژن 4 از این دو میکانیزم استفاده میکنه برای انتقال معلومات بین کلاینت و سرور. خوبی NFS ورژن 4 نسبت به ورژن های قبلیش، یک خوبیش ای است که امنیت خوبتر داره، سیکیوریتی خوبتر در NFS ورژن 4 در نظر گرفته شده و همچنان شما با استفاده از NFS ورژن 4 اگر NFS با Kerberos سرور شما کانفیگریشن میکنین و اینتیگریت میکنین میتونین آتنتیکیشن هم در NFS فعال کنین. NFS ورژن 4 با استفاده از پورت 2049 TCP کار میکنه. خب شما چگونه ورژن های اینا را مشخص میکنین در وقت تنظیم کردن یا در وقت ماونت کردن فایل سیستم ها؟ شما اگر NFS ورژن 2 نوشته کردین به این شکل، مثلا اگر نوشته کردین NFS ورژنش مساوی به 2، به این معناست که NFS ورژن 2 را استفاده میکنین. اگر نوشته کردین که NFS ورژن مساوی به 3، شما از NFS ورژن 3 استفاده میکنین. اگر نوشته کردین که NFS ورژن تنهایی اگر نوشته کردین، به این معنا که شما NFS ورژن 4 استفاده میکنین. مزایای استفاده از NFS چیست؟
ما چرا از NFS استفاده بکنیم؟ خب NFS یک خوبیش گفتیم این است که لوکال بر ما ریموت فایل ها را یا فایل هایی که در یک سیستم دورتر از ما قرار داره او را بر ما به شکل لوکال دسترسی میده و ما با او فایل ها مثل سایر فایل هایی که در کامپیوتر خود داریم به شکل محلی میتونیم دسترسی داشته باشیم. شما با استفاده از NFS نیاز نیست که سیستم عامل هایتان یکسان باشه، شما میتونید با سیستم عامل های مختلف NFS داشته باشین و باش کار کنین. با کمک NFS شما میتونید که سنترالایزد استوریج یا NAS هم کانفیگریشن کنین و معلوماتتان در یک قسمت اگر در NAS سرور میباشه و او را اکسس کرده میتونید. شما سینکرونایز میتونین با استفاده از NFS تغییرات را که در فایل های محلی در کامپیوترهایتان میارین، این تغییرات میتونه از طریق RPC یا مو میکانیزمی که خود NFS با کلاینتش کامیونیکیشن میکنه تغییرات سینکرونایز شوه با طرف سرور. شما میتونید در NFS از Access Control List استفاده بکنین، یعنی برای هر یوزر مطابق به پالیسی های خود، مطابق به ضرورت های خود یوزر شما برش آتورایزش کنین و برش Access Control بدین. و اگر شما NFS در محیط امن‌تر میتونین با استفاده از فایروال ها و Kerberos سرور هم تنظیم کنین و داشته باشین. خلاصه جلسه ما، در جلسه امروز ما در ارتباط به معرفی NFS سرور خواندیم. NFS به خاطر چی است؟ ما گفتیم که ما ریموت فایل ها را که در یک سرور دورتر فیزیکلی یا به شکل فیزیکی از ما دورتر قرار داره او را به شکل محلی در سیستم خود می داشته باشیم، جزء از فایل سیستم کامپیوتر محلی ما باشه. و ما گفتیم که NFS به خاطر کامیونیکیشن و ارتباط با کلاینتش نیاز داره از ریموت پروسیجر کال استفاده میکنه و ورژن های مختلف NFS معرفی کردیم که هر کدام ورژنش فایده و فایده های خود داشت و مزایای استفاده از NFS هم در جلسه امروز تشریح کردیم. جلسه ما همینجا به اختتام میرسه. تا جلسه بعدی شما را به خداوند می سپارم. خداحافظ.